کمتر از 3 ماه دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مانده است. از این رو نامزدان ورود به ارگ آرام آرام برای رفتن به میدان رقابت کمر می بندند. مهمان من عنایت الله حفیظ یکی از این نامزدان است. او شعار داده که لبخند فراموش شده شما را بر می گردانیم و افزون بر این وعده های زیادی را نیز فهرست کرده است. از تامین امنیت تا مبارزه با فساد و تحکیم وحدت ملی. آقای حفیظ، ممنون از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید. چی شد که به یک بارگی فکر ریاست جمهوری به سرتان زد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما از تقریبا 10 سال به این طرف، از 2008 وقتی متوجه شدم که افغانستان آرام آرام به سوی یک بحران دیگه در حرکت است. وقتی 2001 فرا رسید و ایالات متحده آمریکا، جامعه جهانی به حمایت مردم افغانستان آمدند، حکومت موقت و انتقالی و بوری و دموکراسی و مردم سالاری را آوردند و از حقوق بشر و حقوق انسان صحبت ها به میان آمد، کاروبار زندگی در افغانستان آهسته آهسته رونق گرفت. اما متاسفانه دیری نگذشت که از سال 2007-2008 آرام آرام دوباره افغانستان رونما به رو کرد به یک بحران جدید دیگه. که چی بود بحران؟ او بحران آهسته آهسته فرار مغزها از افغانستان، آهسته آهسته دوباره طالب ها سر قدرت شدن، فساد اداری هر روز بیشتر می شد و این چیزا ما را به این فکر انداخت که افغانستان به یک بحران دیگر پیش می رد. ما تحقیقات خود انجام دادیم و چالش هایی که در خود افغانستان، در مردم افغانستان، در جغرافیای افغانستان و در سیستم حکومتداری حکام گذشته افغانستان وجود داشته، اینا رو شناسایی کردیم. به می منظور ما چالش های زیاد را پیدا کردیم تا چالش و مرض را آدم شناسایی نکنه، تداوی مرض را نمیتونه انجام بده. بسیار خوب. تفاوت هایی که شما دارین و یا برجستگی هایی که شما دارین با حکام گذشته افغانستان که شما میگین تحقیقم شده در این باره چی است؟ چی نقاط خوبی را شما در خودتان میبینین و چرا شما یک گزینه خوب هستین که بتانین افغانستان از بحران نجات بدین؟ خب گزینه خوب و بد را مردم افغانستان خواهد قضاوت کرد. ما نمیگم خوب هستیم یا بد هستیم، اما ما حداقل 61 چالش را که از بین چالش های افغانستان شناسایی کردیم، برای از اینا بر رفع هر چالش ما یک طرح عملی داریم و تنهایی هم نبوده که ما از گوگل سرچ کرده باشم. ما هم در افغانستان و هم در بیرون از افغانستان سفر کردیم، مخصوصا ما در کشور مصر برای پالیسی سازی و استراتژی سازی رفتیم، تحصیل کردیم. خوب. برای بهبود اقتصاد افغانستان آقای حفیظ و همچنان برای محو بیکاری در افغانستان و ایجاد جای کار در افغانستان و جلوگیری از فرار مغزا که شما پیشتر گفتین در اول صحبتهایتان، برنامه شما چی است؟ خب اولین برنامه ما این است که ما بتانیم یک آرامش و امنیت در افغانستان بیاریم و این آرامش و امنیت پدیده ای نیست که توسط یک رئیس جمهور بیاید، توسط ایالات متحده امریکا بیاید، توسط آقای خلیلزاد امثال هم بیاید. ما زمینه های صلح و آرامش باید در افغانستان فراهم بسازیم. از جمله چرا امروز مردم ما در جنگ روی میاره؟ به خاطر از این که اینا بیکار هستند. وقتی اینا یک کار و مصروفیت و مشغولیت نداره، اینا میره عسکر طالب و عسکر تروریستا و عسکر القاعده و امثال هم میشه. بنان همه با هم پیش میریم. اول تأمین امنیت خودش باعث از این میشه که مردم سرمایه گذارا بیاید در افغانستان سرمایه گذاری. چگونه امنیت تامین خواهد شد در دوران شما اگر وارد ارگ شوید؟ ما یک پیمان امنیتی به ایالات متحده امریکا در 2014 در دوی جرگی پیمان امنیتی، او پیمان را مردم افغانستان پاس کرده و ایالات متحده امریکا مرا قبول داره و دولتی آقای غنی در روزهای اولی کاریش را امضا کرده. ما یکی از بهترین پیمان های دنیا را داریم. ما پیمان امنیتی و استراتژیک ژاپن با امریکا را مطالعه کردیم و از افغانستان با امریکا را مطالعه کردیم. در اونجا نکات عمده ای را که گنجانده شده که
ایالات متحده امریکا برای تربیه اردوی مسلکی، پلیس مسلکی و نیروهای کشفی و استخباراتی مسلکی ما را همکاری میکنه. در تجهیزات اردو و پلیس و امنیت ما را همکاری میکنه. که همکاری جریان داره آقای حفیظ. اما این همکاری را نظاممند و سیستماتیک نبوده. متاسفانه در افغانستان هر وزیری که تبدیل میشه حداقل 6 ماه کارها و تعویق میفته و دوباره سر شروع میشه و این شما شاهدش بودین. در هر اداره با آمدن وزیری نو حتی پالیسی های امو اداره تغییر میکنه. بسیار خوب، شما وعده های زیادی را در روزی که ثبت نام کردید برای انتخابات ریاست جمهوری به مردم سپردین: تامین امنیت، انکشاف متوازن، مبارزه با فساد، تحکیم ثبات سیاسی و اجتماعی، ایجاد روحیه وحدت ملی و همدیگر پذیری. بسیار فشرده بگوین که مثلا شما ثبات سیاسی و اجتماعی را چگونه تحکیم خواهید بخشید. یک. دوم بگوین که با کسایی که مفسد هستند یا به نحوی در فساد دست دارند یا فسادهای کلانی را انجام دادند، در پیکارهای شما با فساد چی برخوردی خواهد شد؟ خب در قسمت ثبات سیاسی و اجتماعی شما سوال کردین. ما در اجتماع و در امور سیاست و با سیاست مدارا وقتی میتونیم یک ثبات را به وجود بیاریم که مردم را با خود همگام ساخته بتانیم و مخصوصا مطبوعات در افغانستان، ما برای ثبات نظام و ثبات سیاسی در افغانستان میتونیم همگام بسازیم. امروز متاسفانه مطبوعات افغانستان خب خبری خوشحال کننده نداره، همیشه خبری از جنگ و درد و ناامنی و کشتن و قتل و اینمی چیزا هست. این خود با خود ثبات اجتماعی را متزلزل می سازه و اینمی سیاست مدارای افغانستان برگرفته امز اجتماع هست. وقتی اجتماع به مو طرف در حرکت باشه، سیاست مدارا هم تلاش میکنه که مطابق روحی اجتماعی پالیسی های سیاسی خود تنظیم بکنه و موضوع گیری های سیاسی خود بیان بکنه. بسیج مردم به معنای تحکیم ثبات سیاسی و اجتماعی است. همکاری مردم و ذهنیت دادن مردم جهت آبادی وطن، جهت برقراری صلح، جهت حمایت از نظام. و فساد پیشگان در حکومت شما جایگاه؟ فساد پیشگان روز اول گفتیم که هیچ فساد پیشه در حکومت ما جایگاه نخواهد داشت و اینا رو ما شناساییم کردیم. میتون نیست که ما هوایی شعار بتوم. ما در 16 سال در جاهای مختلف حکومت افغانستان کار کردیم، در بستای پایین و بالا کار کردیم. کیا هستن اگر شناسایی شدن از اینا؟ تعداد زیاد هست، تقریبا 1000 انسان است. 1000 انسان. امکان داره در بین از اینا وزیرای فعلی و گذشته حتی نباشه. در بین از اینا شبکه های فساد است که در هر اداره اینا هر وزیری که تبدیل بشه کوشش میکنه که در یک هفته بتانه وزیر یا رئیس یا والی امو بخشه یا امزو ولایت ها در تحت سیطره خود بیاره و از چالها و نیرنگ ها و فریب های متعدد اینا استفاده میکنه که اونا را در چند مریض فساد داخل کنه و اینا را ما با اسم و ولد و منصبشان ارشناسایی کردیم. در هر اداره حلقه های 5 نفری، 10 نفری، 20 نفری وجود داره. بسیار خوب آقای حفیظ، اگر پیروز شوین در انتخابات ریاست جمهوری، طبعا یک سیاست خارجی را خواهید داشت. شما سیاست شما در برابر کشورهای منطقه و ویژه کشورهای همسایه چیگونه خواهد بود؟ ما مشکلات را که با ایران و پاکستان داریم تقریبا شبیه هم است. ما بازار مصرفی برای تولیدات ایران و پاکستان بودیم و آیسته آیسته ای جایگاه خود از دست داده. مشکل آب با ایران هم داریم، با پاکستان هم. مشکل حضور نیروهای امریکایی که در اینجا هست با ایرانی ها داریم و همچنان برعکس از او یک مشکل دیگه ای که با پاکستان داریم خط دیورند است. ما برای رفع هر مشکل ما برنامه خود داریم. برای خط دیورند چی برنامه داریم؟ برای خط دیورند ما در طول تاریخ گذشته وقتی که این معاهده امضا میشه و خط دیورند سرش یک امضا صورت میگیره، یک توافق صورت میگیره، بعد از او هیچ گاهی حکام افغانستان دنبال حل ریشه‌ای و بنیادی از این نبودن. همین شما چگونه گاهی گاهی اینا فقط شعاری به خاطر انتخابات احساسات مردم از او استفاده کرده. ما طرح مایی است که با پاکستانی ها میشینیم
میگیم سعیست همی خط دورند. اختیار به می مردم واگذار میکنیم. یک رفراندوم از تحت نظر ملل متحد برگزار میکنیم. مردمی که در زیر خط دورند زندگی میکنند، مالکان اصلی از سرزمین اونا هست. اونا دلش با پاکستان تحت سلطه و سیطره پاکستان میباشد و دلش تحت سیطره و سلطه افغانستان میباشد. بنان پاکستانی ها قطعا ایره به اثر چانه زنی ها و تلاش ها قبول میکنند. بسیار خوب. و راه حل از این رفراندوم بالای اونمو مردمی که در اون سرزمین زندگی. بسیار خوب. و مشکلی که با ایران داریم، مشکل بسیار پیچیده و بزرگی هم هست، مشکل آب که پیش بینی است که در سالهای آینده شاید بسیار کلان هم شود. این چالش بین دو کشور چگونه میخواهید که مشکل از میان بردارین، حل بسازین و دیگه ما با ایران در تقابل آبی نباشیم؟ ایران پاکستان عین مشکل داره، با دریای کابل و کنر به پاکستان میره و دریای هلمند و ایران. اما با ایران جدی‌تر است مشکل. اینا خب تنها افغانستان است نیست که در سرچشمه قرار داشته باشه و کشورهای ایران و پاکستان از آبش استفاده کنه. معمولا در دنیا کشورهای زیادی هست که چشمه در یک سرزمین است و استفادهش یک سرزمین دیگه میکنه. عرف بین الملل و میثاق‌ها و معاهداتی که در کشورهای مشابه انجام شده، ما از او عرف‌ها و از او روش‌ها استفاده میکنیم تحت نظر سازمان ملل متحد و با توافق هم. چیزی را که آبی را که ما نیاز داریم ازش استفاده میکنیم. آبی را که اضافگی هست ما در یک محاسبه برای ایران و پاکستان میدیم. ما دو چیزی دیگه ما به ایران و پاکستان نیاز داریم. امروز تجارت در دنیا بحری شده، ما کشوری هستیم که به بحر دسترسی نداریم. باز هم ما نمیخوایم که یک چیز را خلاف عرف بین الملل فیصله بکنیم. ما به راههایی که به چابهار و به کراچی نیاز داریم، اینا را مطابق عرف و معاهدات بین المللی از استفاده میکنیم و همچنان مثلا از ایران بدل ای به ایران و پاکستان آب میدیم. آب میدیم و تنهایی هم نمیشه. مثلا ایران و پاکستان نفت خیز است، مثلا زیادتر ایران. وقتی تو از آب ما بدون محاسبه استفاده میکنی یا با قیمت نازل استفاده میکنی، ما هم من حیث یک همسایه، وقتی تو چاهای نفت داری، ما نمیگیم که نفت خود برای ما مفت بدی، با ما قیمتی در داخل ایران مفروش میرسه برای ما بدی. جایگاه پاکستان در سیاست خارجی شما در صورت پیروزیتان چی خواهد بود، دوست یا دشمن؟ ما فکر میکنم که ما باید با پاکستان دوست شویم، به خاطر که تقابل با همسایه ها جنجال است. ما میتونیم که پاکستان قناعت بدیم که در آرامش افغانستان به نفع شماست. ما نمیخواهیم که پاکستان همسایه خود قربانی سیاست های هند کنیم. و پاکستان اگر امروز افراطیت در جهان ترویج میکنه، فردا خودش به دام افراطیت میفته و یک تعداد زیاد سیاسیون پاکستانی را درک کرده و دنیا هم درک کرده. آقای عفیز، زنان در حکومت شما چی جایگاه خواهند داشت؟ زنان در حکومت ما جایگاه بلند خواهد داشت، به خاطر از اینکه من شخصا خودم نه تنها امروز به خاطر کمپاین، باور من به این هست که چرا در افغانستان، یکی از معضلات افغانستان این است که یک بال جامعه که زنان جامعه و مادران و خواهران جامعه هست، اینا ازش برای شگوفایی و آرامش و صلح استفاده نشده. ولی هر دو معاون شما مرد هستن آقای حفیظ. ما متاسفانه خب در اینجا کم آوردیم. ما میخواستیم که معاون خانم بگیریم و یکش به کسی که به توافق رسیده بدیم، وقت هم کم بود، به مشکل سنی برخورد و معاون دیگه هم آماده بود. ما نتانستیم در وقتی کم جایگاه خواهرها و خانم ها در اینجا هست و حتی در پروسه صلح ما از خانم ها خواهش میکنیم که شما میتونین آرامش به افغانستان برگردانین، قسمتی که مربوط خود افغان ها میشه، به خاطر از اینکه آرامش را که در خانواده این حاکم است، این آرامش به اساس عاطفه مادری است نه اتوریته پدری. وقتی یک مادر در خانه از فوت میکنه، شیرازه خانه از خانواده از هم میپاشه. اما قدر که مادر در آرامش خانواده و تاثیر داره، در اجتماع تاثیر داره. ما میخواهیم که جایگاه اصلی خود را، چی در صلح است، چی در بازسازی است، چی در اداره مملکت است، مادران و خواهران
عزیز ما که قربانی اصلی جنگ است. بیننده که واضح تر بگوین، مثلا در کابینه شما چند تا زن حضور خواهند داشت؟ ما حتی اگر زنانی که توانمندی اداره را داشته باشه، صرف در قسمت وزارت دفاع و داخله، به خاطر که ما کادر کمتر داریم در این قسمت از خواهرها، ما میتونیم وزارت تحصیلات عالی، معارف، اطلاعات، فرهنگ و شبیه از این وزارت خانه ای را که نقش زنها و مادرها در او تاثیرگذار است به اینا بسپاریم. آقای حفیظ، اگر به خاطر پیروزی روند سال، ما فعلا در اوج گفتگوهای سال قرار داریم، انتخابات یک سال یا کمتر و بیشتر به تعویق انداخته شود، شما دیدگاهتون چی است؟ اینجا یک مشکل قانونی و یک مشکل اساس اونجا هست. من فکر نمی کنم که طالبا برای یک سال یا شش ماه آماده شود که در انتخابات افغانستان اینا اشتراک بکنه و کاندید داشته باشه و مبارزه سیاسی انجام بده. اینا نیروهای جنگی داشته و اینا نیاز داره حداقل 5-6 ساله که در داخل جامعه اینا خود احساس بکنه و جزء جامعه افغانستان شود و مسائل جنگی از سر از نا دور شود. گیرم که طالب خود کاندید بتوه و برنده شود مثلا، باز هم ما به یک طرف دیگه در حرکت خواهد شدیم. بنان خوب است که انتخابات به وقت زمان خود شود، چرا که از یک طرف آقای اشرف غنی نمیتونه به من نمایندگی مردم افغانستان با طالب ها قضیه صلح و جنگ فیصله بکنه، به خاطر از اینکه حکومت آقای غنی عبارت از دو سر است که یکی آقای غنی است، یکی آقای عبدالله است. احزاب سیاسی با جرگه‌ای که آقای غنی به نام جرگه صلح تدبیر کرده بود مخالف بود، شورای صلح مخالف بود، بنان و عالم بیشتر از معیار قانونی خود میخواد حکومت بکنه، اینا به نمایندگی از مردم در همین مورد دادگاه عالی دوره کار رئیس جمهور را تمدید کرد تا برگزاری انتخابات. شما موقف داشتین، خواهان یک حکومت سرپرست شدید، چرا حکومت سرپرست و ادامه کار رئیس جمهور چی پیامدی دارش؟ ما حتی هشدار از راه اندازی تظاهرات های کلان هم دادیم. خب ما مطالعات زیاده کردیم با کسایی که در مسائل قانون و قانونگذاری خوب میفهمه، با اینا مشوره کردیم. متاسفانه که قوانین افغانستان مخصوصا قانون اساسی در اینجا گنگ است و هیچ چاره ای نداشتیم، نه برای ادامه حکومت نه برای ختم حکومت. بنان ما یک راهکار سیاسی که یک اجماع سیاسی به وجود بیاید و راهکار را پیشنهاد کردیم. ایره به خاطر چی؟ اکثریت مردم افغانستان میگه خب 5 سال آقای غنی حکومت کرده، 2-3 ماه دیگه هم حکومت کنه، چی مشکل داره؟ مشکل در این است که مردم از آقای غنی خسته شده و آقای غنی تمام تلاش است که انتخابات را مهندسی بکنه و خود را برنده اعلام بکنه. بنان ما گفتیم که یک بار دیگه ما 5 سال یک حکومت خلاف قانون و یک حکومت خلاف اراده مردم افغانستان نداشته باشیم. یک کسی به طرف بیایه حکومت افغانستان و انتخابات افغانستان مدیریت بکنه. ما حکومت سرپرست نخواستیم، فقط سرپرست حکومت طرح ما بود که این توسط اجماع سیاسی تعیین شود و کسی از کاندیدای ریاست جمهوری هم علاقمندی را نداشت. که طرح شما پذیرفته نشد و عملی هم نشده، گزینه بعدی شما کارگیری از تظاهرات و مخالفت های مدنی بود. آل منصرف شدین از تظاهرات و برآمدن به جاده ها، انتظار میکشین تا انتخابات یا هنوز هم هستی گزینه؟ ما جلسات خود داریم و نگرانی ما سر جای خود است، به خاطر که آقای غنی از طریق تعیین کمیشنرا و رؤسای کمیسیون انتخابات در ولایات و همچنان تغییر و تبدیل قمندانه های امنیه ولایات میخواه به نحوی انتخابات کنترل بکنه و مهندسی بکنه و خود را برنده بسازه. بنان ما تمام تلاش خود میکنیم که مهار شود آقای غنی و این تغییرات و تبدیلات اول اگر دست ازی بکشه و بعد ازی از اولی جوزاره اینا ملغای اعلان بکنه. درست. و این جامعه جهانی اکثریتی کشورهای همکار با افغانستان اینا میره میپذیره. متاسفانه که آقای غنی در 5 سال هیچگاهی به صدای ملت افغانستان در هیچ موردی گوش نداده
و این دفعه هم تا فشار جدی نباشه فکر نکنم باشه. بسیار خوب. نهاد برگزار کننده انتخابات کمیسیون مستقل انتخابات است. باور شما برای کمیسیون چقدر است که بتونه انتخابات شفاف و عادلانه و همه پذیر برگزار بکنه؟ امید دخالت های حکومت افغانستان باعث شده که اینا هم ضعیف شود، مخصوصا در امر استخدام رؤسای ولایتی و مرکزی که از طریق کمیسیون اصلاحات اداری و همچنان از طریق ارگ دخالت جدی جریان داره و دخالت کرده، و همچنان کمیسیون انتخابات اینا عسکر نداره، عسکر وزارت داخله داره. بنان ما شاهد بودیم در انتخابات پارلمانی که در بعضی از ولایات حتی بعضی از وکلا در منطقه‌ای که آرام بود رأی هم داشت، اما ای که او رو وزارت داخله ناامنی نالب کرده بود آرا باطل شده، و این حراس وجود داره که وزارت داخله اگر به این را حس بکنه که آقای غنی دینی ولایت یا ولسوالی رأی نداره یا طرفدار نداره، او را میتونه مختل بکنه، و همچنان مثلا در یک ولایت یا در یک مرکز آقای غنی رأی نداشته باشه و رقبای سیاسیش رأی داشته باشه، او را میتونه که اونجا بگه که ما حضور نداشتیم. آقای حفیظ، مردم با شما و هم با دو تا معاون شما آشنایی کمتری دارن، فکر میکنید که بتانین در میدان رقابت با سیاستگرایی که کارکشته هستن، روی صحنه بودن از چندین سال به این سو و رقیب شما هستن، در این پیکارها رقابت بکنین؟ ما به امید مردم فقیر و غریب افغانستان مبارزه میکنیم و برای از اونها مبارزه میکنیم. اما رقمی که گفتیم، هیچ رهبر سیاسی و هیچ حزب سیاسی که در گذشته نقش داشته با ما نیست، و متاسفانه که در افغانستان مطرح شدن 90% مطرح شدن به این است که تا یا جرم انجام بدی یا قتل بکنی یا غصب زمین بکنی یا اختلافات قومی را دامن بزنی که مطرح شوی، که ما با هیچ کدام از اینا باور ندارم. ما تمام امید ما به شما هست و به رسانه های آزاد هست و به مردم است که قضاوت بکنه، و اراده زیر دارم حتی که معمال یک دانه موتر ندارم، اراده زیر دارم که حتی یک موترسکل سوار شوم برم در دیهات افغانستان بشینم روزی که انتخابات شروع میشه با مردم صحبت بکنم، دیگر هتل های مجلل میگیرم و میخوایم در چهارراهی ها با مردم صحبت بکنم، در سندیکا های کارگری و در جاهای کارگرا و مظلوم های افغانستان برم. چقدر پول دارین؟ ما با 4000 دلار که ذخیره 16 سال کار ما در دولت بود داشتم، 10 لگ افغانی یک خانه 221 که داشتم را گرو دادم که اونجا در کمیسیون تسلیم کردم، 4000 دلار هم تسلیم خانم خود کردم که همه اولادا تا ختم مبارزه را از پیش گشنه نمانه، دفاتیر و بعضی مسائل ها را بعضی دوستا و رفیقای من جوانای با احساس آمده یک رقم میگذرانه، اما اراده قوی برای مبارزه دارم و هیچ پولی برای مصرف ندارم. تصمیم رفتن در کنار یک تیم دیگر یا یک نامزد دیگر نزد شما هست یا منصرف شدن از پیکارهای انتخاباتی، یا در دور اول یا اگر انتخابات به دور دو بره در دور دو؟ خب در دور اول که ما هیچ تصمیمی نداریم که با کسی کنار بریم، و امیدوار هستیم که ما در فاینل یکی از دو تیمایی که باشه راه پیدا بکنیم. در وقتی در فاینل راه پیدا میکنیم، ما مبارزه خودم میکنیم و امیدوار هستیم که وقت مردم افغانستان استاد شود. و اگر گیرم که به فاینل راه پیدا نتانستیم، او تیمی که به نفع مردم افغانستان باشه حداقل 20% از اهدافش با اهداف ما همخوانی داشته باشه حمایت شما. بسیار خوب. در پایان شما شعار دادین که لبخند فراموش شده شما را برمیگردانیم. این لبخند فراموش شده به تعبیر شما چی است و چگونه شما این لبخند جاری میسازین به لبهای مردم؟ این آرامش و امنیت است، آرامش روانی، آرامش جسمی و آرامشی که در فضای افغانستان باید حکم فرما شود. امروز شما که این اینجا آمدین و وظیفه اجرا میکنین، مادر خانواده تان، مادرتان به تشویش است و سرد سرخان که او میشنه لبخند زدن نمیتونه، به خاطر که میگه بچه‌م کجا شد. و امی رقم تمام خانواده های افغانستان یک روز نبوده که تمام اعضای خانواده سرد سرخان بشینه و
لبخندی از صدق دل با هم نثار هم میکنه و ای از تشویش‌هایی بوده که حکام افغانستان و مخصوصا مافیایی که در سر قدرت بوده ای لبخند از مردم گرفته. ما اراده داریم و از تمام کسایی که ما را حمایت میکنه از اینا خواهش میکنم که رأی که دادین آمادگی برزی باشه که شب روز کار کنیم. آقای عنایت الله حفیظ، نامزد انتخابات ریاست جمهوری، ممنون از حضورتون. تشکر از شما. باید باشید. بخیر باشید.